به نام خدا سلام میکنم به شما در همه. من چند سوال داشتم از شما، اول اینکه درباره اینکه سرار جمعه شب سرار توی معترفم یا فتنگر، من یه سوالی داشتم. اولا کسی که 8 سال رئیس چرا دلیلش چیه؟ کسی که 8 سال رئیس جمهور این نظام، نخست وزیر نظام بوده، کسی که 8 سال رئیس مجلس بوده توی نظام، الان به جایی که در مقابل نظام برگرده، چی شده که کسی که کسانی که برای جمهوری اسلامی انقلاب شکنجه شدن زندان رفتن الان در مقابل نظام برگرده، دلیلش چیه؟ برای چی رد دم رو برای الله؟ اگر روایتی رفتی این نظام رو از تاریخ جمهوری اسلامی بخواهیم بگیم، سال اول شاقای بازرگان بودی که در زده بوده، سال دوم شاقای رنیسر بودی که خواهن بوده، های سال آقای موسیقی بودی که دیگر های سال آقای رفتنی بودی که سواسی بیوستی رد 6 سال آقای احمدی رو بودی که جریان انحرافی و رمال و جنگی رو چیزا پس این انقلاب به وجود نمیومد بهتر نبود. موضوع دیگه که 13 میلیون میگن که به آقای موسوی رای میدن طبق روایت شما، ما که قبول نداریم، 24 میلیون باره احمد میزار با قضیه مکتب ایرانی که کسی همه رئیس جمهوریت جمهوریت اسلام قبول نظام رو قبول نه اسلامیت نظام رو جمهوریت نظام قبول نده به خاطر قانون گریزی که انجام میده خوب شخصانی یه آدم دیکتاتور که قبول نده قانون رو اسلامیت رو قبول نده به خاطر اینکه مکتب ایرانی شرکت به صلاحیت برسه رئیس جمهور بشه ما شرمنده این اونه که واقعا همینجا در اینجا تخنبش های موضوعی ما رو شرکت در انتخاب مجلس که شرکت کنیم و نکنیم. من یه حرف از آقای علی لاریجانی میزنم. آقای لاریجانی گفته بودن که مجلس در مورد این موضوع خاصش نظری نداره، مجلس میتونه تحقیق تفاوض کنه. من میگم مجلس به قانون اساسی میتونه در مورد هر زمینه تحقیق کنه، تفاوض کنه. وقتی که حداقل مجلس اینقدر تشریفاتی که نمیتونه کنه به شعبه یا به طرفهای تبدیل شده گفته بود آقای علی متعلی نماینده مجلس این مجلس رو اصلا ارزش داره که به دوباره شرکت کنیم این مجلس تشریفاتی اقا مجلسی داره که این مجلس دوی شاه مجلس دوی شاه علی نماینده ساخت شاه نماینده الان هم نماینده مجلس نماینده باقی مردم ایران اصلا قضیه همین درجه عمومیه اگه نماینده مردم رو بگردم واقعا مجلس مادر بابا نماینده مردم در حضور در مورد این قضیه کوتاه می اومدن اینا نماینده مردم نیستن چون موضوع فرمانبر کوتاه اومد در مورد این قضیه یه جمله از آقای تاج‌زاده میگم آقای تاج‌زاده نقل میکرده که آقای جنتی گفته بود که من رفتم پیش رادیو رو باز کردم در رادیو اخبار مجلس رو گوش دادم تا همین لحظه اون موقع مجلس نارامی داشتیم که در مورد هر موضوع تحقیق کرد تفاوض میکرد و مجلس نارام بوده شاید خیابونه ما آرام بوده ولی در واقع همین قضیه در جمهوری گفتم که مجلس وقتی موضوع فرمان برده و خیابونه ما هم نمیشه که ارومیه دیدیم.